خب سلام علیکم بینندگان عزیز، شما دیدن در کانال رو بناشید. موضوعی که میمونیموز ویدیویی که تماشا میکنین شما ایخ خوینی وطن یکی از فرزندهای نهضت تروریستی میباشد، نماینده پدر سلیمان، نماینده نهضت در مصر بود، در مصر نماینده بود در نهضت. انا نهضت اساس های مصر شده بود، اما اوزی سخنوش هم میمونید ایچ خیل کذوبه، ایچ خیل مردم ها گمراه میکنه مردم ها تو دیسته که ما اسلام میخویم، ما عشق میخویم. این نوار هم میمونه، نوار دیگریش در چشمه نومش چی بود؟ کنفرانس میشوه، کنفرانس در پولشا میشوه، برامد که اگر که ما دولت دموکراتی میخواییم، اینجا میگم ما دولت اسلام میخواییم. اروپا بودگی را فریب کیسن که ما دولت دموکراتی میخواییم. مرد مسلمانه که باید یورا سون برای پولش در برای سون شده میگه دولت اسلام میخواییم. برادر که انا حیاتلو گلایف قطیش گفت زد، تماشا کنین پاو اخیر ویدیو را، بعد ختم خلاصات نو بروی که یو چکل کذابی نمیشتن یای نه. مرحمت ویدیو را تماشا کنین. تا داخل جنت شدن شک نبود. الله موسی را گفت را دعوت حسنه کن، درست؟ بله. هر شو امروز اونهایی از شریعت از دین دعوا میکنن، از اسلام دعوا میکنن، زیر آیه قرآن عمل میکنن. اگر همه دیده و دانسته عمل میکنن، آیا از این خارج میشه یا نمیشه؟ فقط حق خدانی الله جواب. اگر که دانسته، دیده دانسته طبق قرآن و سنت عمل نکنن، از این خارج میشه میگو؟ همین سنت الهی است که باید انسان چخل دعوت کنه. از خود سلیمان تو اقبال تو دیگرش، اینها به گفت خودشان دعوتگر و داعیای راه اسلام هستند، دعوای شریعت دارند و دعوای ظلم و ستم گم کردن دارند به گفت خودشان. خب اینا زیدی آیه قرآن عمل که هستند. پس کجاست اسوه حسنه؟ کجا هست از آیه قرآن مطابقتش؟ مخالف آیه قرآن هستند. پس شاید همچون یک مسلمان نمی بروی اونها را بگوی که شما حقوق نداره. در کدام مسئله حقوق نداره؟ بعد چند بارا گفتگی هستم، آشکارا گفتگی هستم که کدام نفری که غیر از حکم الله و دین الله و قانون الله و دیگر چیز اگر که دعوت کرد و از چی از دین خارج میشد. من اون مسئله هم مسئله ای که یک مسئله ای که اولا خودش از دین خوریج می شود، یک دقیقه بس مسئله تبلیغ گفتیم عمومی. الله برای ما و شما دستور داده که چگونه تبلیغ کنیم، درست؟ در حالتی بدترین یک شخصی بهترینه اجازت نداد که به گپ بلند، به دشنام، به حقارت، به سخگویی تبلیغ کنند. حضرت موسی را گفت که بره در پیش فرعون صحبت نیکو بکنن، درست؟ خب این دستوری تبلیغی های، این یکی از راه های تبلیغ های، درست؟ درست. امروز خود سلیمان، خود اقبال دعوای شریعت میکنن، دعوای تبلیغ میکنن، دعوای پیروی محمد صلی الله علیه و سلم میکنن. خب دعوای پیامبر، دعوای پیروی از شیبه مخالف پیامبرها دعوت میکنن. یک چیزی که هست که اگر که مطابقی آن چیزی که شریعت بزرگم الله طلب میکنند با خلق خوب دعوت کردن، اگر که همون گونه دعوت نکردن بعد چی؟ تو میگوی که اونها کافر میشون؟ البته که اگر که الله موسی را گفتی برا با زبانی خوب دعوت خوب زبانی خوب، وقتی که با زبانی خوب دعوت کرد،
سلیمان اگر دعوت کرد یا دیگر دعوت کرد یا دیگر دعوت کرد، البته که دعوت خوب بهتر است، لیکن اگر که دغلانه دعوت کرده باشد، اون چیزی که الله حرام گفته باشد اون عمل انجام دهد، انسان چی میشود؟ فاسق میشود و گناهکار میشود. فاسق میشود. قبول کردی که اینها فاسق شدند؟ اگر که اون حرام قبول کردی؟ بله. دوامش میریم. سلیمان تو کاردار نشم، ما قدید دوملوگ هم بزنیم، سبولش رو دزم. من آیت الله را برادر نمیگم. عبدالله گفت نگو برادر. مرم گفتم، هر دو ما گفتیم. ما گفتم اشتباه کردم میره برادر گفتم و در حیاتم نمیگم شی آیت الله را برادر. گپی من نیست. گفتم که من برادرش نمیگم. در حالت قرآن اگر منم مسلمان میدونه، خیچم مسلمان میدونه، پس باید مرا برادر بگم. نه که یا که بگه که من یهودیم، آیت الله مسلمان، ما برادر نیستیم. یا بگه آیت الله یهودی های غیر دین های، من مسلمان برادر نیستیم. یا که اقرار کنه کافر بودن خیچه، یا که اثبات کنه کافر بودن من. درست. من از برای همین از یک وقت چیکار اشتباه بود، من بر اومدم این را گفتم، برای چی که این اشتباه این گفتن نمیتونستی، اگر که وقتی که باید که اگر که در اون وقت گفتن میتونستی که تو برادر نیستی، وقتی که کفری تو را اثبات کنند، این میتونستی که باید که تو برادر این نیستی، لیکن اگر که تو را مسلمان حسابت در اون وقت نمیتونستی تو را گفتی اینجا را خطایش را گفتی، من قبول کردم تو اتمام حجتش کردی، من قبول کردم. برآمد دویم بارا پافشاری کرد، گوم آیت الله را برادر نمیگو. اگر میگفت که من خطا کردم برادر گفتم، اگر میگفت که آیت الله را من خطا کردم برادر گفتم، من میگفت که سلیمان یهودی هم یا که غیر دین هم میگفتم تمام. اگر میگفت که نه آیت الله یهودی هم یا غیر دین هم، من میگفتم دلیل من بیارم، دلیل بیارم. کوتاه صحبت میکنم، من زیاد صحبت نمیکنم. نظری ما برای که عبدالله گوش کنه برادر، ما نظری من گفتم نمیزنم کوتاه برادر، نه مثال شما تمام علماهایی که دعوتگرهایی که از روسوش سر کرده، از روس یعنی کاستسکی اینا که و میبراید با جان با علم با زبان با این قدر الله این قدر نعمتش دادگه، با این نعمت ها از او حمایت میکند، تا وقت در این امیرو هست برادر من نیست و این گونه برادر داشتن من نمیخوام. تمام کردی؟ اگه گوش کن عبدالله، سوالش بده که همین در تاجیکستان ما انزل الله میخواه یا دموکرات؟ سوالش بده. من وقتی سوال دادم من جواب میتونم او چیزی که الله و پیامبرش گفته باشه همون. تو حاضی در برو که من در تاجیکستان میخوام دولت اسلامی باید بکنم، چیزی الله رسولش بوده؟ نه، بگو که تمام. من در تاجیکستان بگو که من ای دموکرات بزرم، از عقیده های محدین کبیری که دموکرات میخواه بزرم، در تاجیکستان دولت اسلامی بزرم. بگو تمام. بله بسم کم سنم پیش از این ببین برادر عبدالله، من در نزد برادر عبدالله قول میتم و عدم میتم در همین سوالی جواب میتم، نه که پیش از این سوال یک گپ همه گپ میزن و قبول میکنم. تو همین آیت الله اومده هستی بر علی دموکرات هستی، نابود کننده دموکرات، دولت خواهانی دولت اسلامی کردن در تاجیکستان هستی یا نه؟ سوال بعد من جواب میتم. تو مرا کافر گفتی به خاطر اینکه من گفتم کافر و نگفتم در برای چی لازم نه من تو پرسم گفت تاغوت پرسم گفت هر چیزی که گفتی در هایی که گفتی همون در هایی که آوردی این با کافر بودن این گوش عبدالله، من همین مرا تاغوت پرست گفت. بله دیگه برای من باید اثبات نکنم که من مسلمانم یا غیر مسلمانم. صبر، من تاغوت پرست گفت همون خب که بعد تاغوت پرست بودی دیگه، فرقش چیه؟ من چی میخوام نکنم؟ تو مرا تاغوت پرست گفتی، گوش که تو بگو تو مرا تاغوت پرست گفتی دیگه، فرقش چیه؟ من در برای دموکراسی دارم، تو بگو که ای دموکرات بزرگی و نمیخوای در تاجیکستان دموکرات بشی، بگو.
ما از یک قول نه که بعدی سوال اون نته برای که اگر مسائل شرقی را شر... به ما بگو مدخی برای چی؟ به ما بگو مال به جواب بکنم مردک شا مال مردک شا عبدالله تا داده سر اون اتدال خلاف بگو کسی که به جواب بکنم بگو گه تو داده سر میونه بگو ما گب زنن گب زنن ما نوبت کتی گب زنن میسو سوال دو سوال شد میفهمم ما همه ابلوز میفهمم نه جواب ته در مسائل شرعی داخل نره که علم زیاد ندارم برای چی دلیل من چی است که میگم اون چیز الله و پیامبرش گفته باشه قبول میکنم تمام همه هر یه عالم چیزی بگه میگم الله و پیامبر گفته است بگه ها قبول تسلیم میشم تمام بس یه دقیقه ها ما خدمم یا هر کسی میخواه یا ختم یا اینا برادر عبدالله یا کسایی میخواین اینا مرحمت برین ظلم از بین برین زندان کنه ظالما رو دولت اسلامی کنه من میرم زندگی میکنم یا که برای من یه راهی رو کنه اینا ما برام بکنم همین دولت بگو الله خور زلیلم کنه که نمیدونم دموکراسی کفر یا غیر کفر بگو والله قسم همه علما میگن دموکراسی کفر است وای ما میدونم دموکراسی کفر است ما اینجا پینوک بگو در تاجیکستان ما همین کاری که من دموکراسی میذوزم گوشتر نرا گفتم چکر نرا که من نمیدونم در مسائل شرعی دیدین تو میسلمو عذاب هستی عذابی اوه تو لای سوو در مسائل شرعی نمیدونی یاد قبی تو از مسائل شرعی نمیدونی تو قدم دلیل مردم مردم بس ما گپ زنم همو گوشت کردم بترم گوش کن شبه تو با همراه امام علی در دولت اسلامی و شرعی نمیکنی پس شما نعوذ بالله راه کفری را پیش گرفتگین سوار من کافر گودید گه چیکار چه من تو کافر نگفتم سوال همه امام علی از نظر تو مسلمانه یا نه سوال گفتم کافر یا نه عبدالله کافر بود یا نه بله حجت ها همش کافر بودن ایستن بله من اوورد همه چیزه آیت الله سوال من تره یه سوال رو میتم آیت الله مشکل مشکل مسلمان میدم یا نه اختنه تاون امام علی را مسلمان میدم یا نه آیت الله کی من مسلمانش میدم و همین قد دموکرات دموکرات کفر یا که اسلام یعنی درسته یا غیر اسلامی یعنی چی من از سوال من من از نظر ایت دموکراسی کفر است یا نه از نظر ایت دموکراسی کفر است یا اینکه نه سوال ما را جواب ده به ما سوال تا جواب بدیم چرا گفتم اول ما سوال دادم اول ما سوال دادم دموکراسی کفر است از نظر ایت یا اینکه نه سوال ما را جواب ندادم اینکه نه سوال ما را جواب ده به ما سوال تا جواب بدیم چرا گفتم اول ما سوال دادم اول ما سوال دادم دموکراسی کفر است از نظر ایت یا اینکه نه و سوال ما را جواب ندادم اول دموکراسی کفر است از نظر ایت دموکراسی که استفاده اول دموکراسی کفر است از نظر ایت یا اینکه نه امو نه چه جواب امو چینم دارم کدیلی را که میپرستی سوال هلو آشکارا آیه معنزل الله اگو آیه معنزل الله این کار کرد سوال وقت نوزی چنی همون اتباربیه که حرمونی فاسدن چنی برنامه نوزی محمد اقبال صدادین برنامه که بحث علمی قدش میدروی میکنی من سوال رو دادم برای تو آیت الله تو و از نظر تو و قسم بخو قسم حونیست که آیت دموکراسی را کفر میدونی یا اینکه نه و قسم بخو تو مرا کافر گفتی دیگه فرقش چیه من دموکراسی اولا جواب تیز اولا جواب تیز اولا جواب تیز دیدی بس یه دقیقه